درود بر شما دوستان گرامی آراد هستم از انگلیش و پرژنز امروز توی این ویدئو به فعل های دو قسمتی با ست میپردازیم فعل, ها... فعل های دو قسمتی که ست رو در ابتدا دارند به عنوان فعل اصلی و پس از اون ما یک قسمت دوم دو یا سوم سو هم داریم براش مثل آپ و این و ات و این جور چیزها که معنی های بیشتری رو به اون فعل میدند اگر بیننده ویدیوها بوده باشید تا الان یک سری از فرز ها رو با هم کار کردیم و حالا نوبت رسید به ست بریم و با خورده آرشنا بشیم یه فریزال ورب در واقع با ست فعل های زیادی رو میتونیم بسازیم فریزال های زیادی میتونیم داشته باشیم معنی های زیادی داره بریم و خودمون رو با چند تاشون حداقل آشنا کنیم خب بریم سراغ سلایدا خب اینجا واو واو, واو. عوض کنم خیلی خوب اینجا اوکی okay. بریم سراغ اوپس سلاید اولمون چه لگینگی داره چه آروم میره چه این شکلیه anyway, اومد و رفت دیگه به حال میخواستیم بیاد رد شد اومد رد شد first of the verbs set <laughs> خب بریم سراغ اولین موردمون مورد اول set about set about چه معنی میتونه داشته باشه بریم و با مثالش خودمون رو در واقع معنیش میتونیم پیدا کنیم خب اولیش we will set about painting the house when the weather gets a little cooler ما اینجا توی حالا بررسی اینها تلاش میکنیم توی کانتکست معنی رو بگیریم چون به حال یک قسمتی میتونه چندی معنی داشته باشه که در کانتکس های مختلف معنی هاش مشخص میشه از لحاظ نوشتن و تلفظ و اینها هیچ تفاوتی با همدیگه ندارن اما کانتکست به ما معنی رو میده اوکی بقیه من بقیه جمله که واژه خاصی نداره که بخوایم مثلا بهش بپردازیم we will set about painting the house when the weather gets a little cooler وقتی که هوا یه مقدار خنکتر بشه مثلا الان تابستون الان نمیشه وقتی یه مقدار هوا خنکتر بشه ما چیکار میکنیم set about میکنیم چی رو painting رو پس یادمون باشه بعد از set about gerund لازم داریم set about doing something set about painting حالا set about اینجا اصلا کلا به چه معنی هستش یعنی دست به کار چیز شدن دیگه کانتکست داره میگه هوا ما داره که خنک‌تر بشه استارتش رو میزنیم دست به کارش میشیم پس ست به یعنی دست به کار چیزی شدن هستش این اولین فریزال اولین مثال و اولین معنیش حالا با همین فریزال یه مورد دیگر رو بررسی کنیم یه مثال دیگه they set about cleaning the house from top to bottom before their guests arrived خب دیگه الان که ست بعد رو میشناسیم میدونیم چی هستش میبینیم که پشت سرش فعلی هم که آورده دیگه فعل نیست در واقع جراوند هستش اوکی جران رو پشت سرش آورده کلینینگ و دا... کل داستان مشخص هستش ما هم حل گشت داستان شود دا دیگه اونها اینجا زمان گذشته هستش داستان ست و حال یه فعلی هستش که گذشته و حالش فرقی با هم دیگه نداره مثلا تو مورد بالا گفتیم we will set ساده، سادش ست هستش این یکی گذشته هستش ست about از کجا میدونیم داستان گذشته است چون گفته before their guests arrived اوکی okay. حال کانتکس داستان داره به ما میگه که این ستی هست حال برای خیلی ایجاد پرسش میکنه که مثلا فعل های مثل پوت مثل نمیدونم کات uh, مثل ست که مثلا گذشته و حالشون یکسان هست ما کجا بدونیم جمله به ما میگه جمله گویه قضیه هستش پس they set about cleaning the house from top to bottom before their guests arrived اونها دست به کار تمیز کردن خونهشون شدن از سر تا پا از سر تا پا خونه رو بهتر ترجمهش کنیم از سر تا پا بی پیش که مهموناشون برسند. خیلی خب این set about با دوتا مثالش حالا مورد بعدیمون set above هستش set به هر حال یکی از چیزهایی که هستش یکی از معنی های کلیه set حالا معنی تنظیم کردن و چیدن هستش یکی هم قرار دادن نهادن همه اینها رو میتونه معنی بده حالا بریم ببینیم مثلا set above وقتی با above قاطیش میکنیم چه معنی داره توی جملهش بررسیش میکنیم اینجا میگه که I want to set a wedding photo above the fireplace in the living room اوکی okay. میگه که I want to میخوام که یه کاری بکنم set set above کنم چی رو our wedding photo تا تن... عکس عروسیمون رو set اه... above کنم above چی the fireplace in the living room میگه که میخوام عکس عروسیمون رو بالای شومینه تو اتاق توی چیز توی اتاق نشیمن میتونیم اسمش رو بذاریم سالن نشیمن حالا که میگیم اونجا set ست... اباوش کنم ست اباو شومینش کنم یعنی چی یعنی اون بالا ستش کنم اونجا بذارمش اونجا قرار بدم اونجا بنه همش آها خب پس نهادن میشه قرار دادن میشه جای دادن میشه اوکی ولی خب اباو چه تاثیر داره اینجا بالاتر از هستش قرار دادن بالاتر از چیزی بالاتر از, از چیزی حالا این دفعه فایر پس میذارمش بالاتر از یعنی جاشو مشخص داره میکنه set above the fireplace بالای Fireplace بعضی فعل های دو قسمتی شما دو تا واجهش رو معنی که میکنید به معنیش میرسید بعضی هاشون هم دو تاش معنی میکنید میبینیم یه چی میگه بعد منظور یه چیز دیگه هست. یه چیز عمیق تری هستش واژه معنیش معنی سطحی و لیترال یا واژه واژهش نیست که باید بدونیم اما ست واف این داستان نیستش ست همون قرار دادن چیدن نهادن هستش و پوت هستش مثل پوت میشه above میشه دقیقا پرپوزیشن پر مکانش اوکی okay. بالاتر از حالا ما میتونیم اینجا مثلا پوت above هم بگیم تقریبا همونه تقریبا که چرا چقدر همونه دیگه همون معنی رو میده اوکی okay. بریم بعدی رو ببینیم I set the cup above the television on a little shelf That's همه چیز روشنه دیگه ست باف کرده این که همین الان بهش رسیدیم ست باف چی هستش ست باف یعنی بیایم که بالاتر چیز قرار بدیم خب چی یه کاپ رو کاپ اون کاپ رو اون ف... میتونه کاپ مثل اینا که برای مسابقات و اینا هستش میدن به کسی کاپ قهرمانی اینجور چیزا باشه میتونم کاپ چای اینجور چیزا باشه میگه معمولا کاپ رو میذاریم روی چیز دیگه کاپ قهرمانی اینا رو میذاریم بال... تو ام... تاخچه میذاریم درسته؟ حالا ممکن اونم یکی اون یکی باشه anyway, انیوی میگه که کاپ رو قرار دادم بالای تلویزیون on a little shelf روی یه دونه کوچولو so set above اینم you know? به این ترتیب روشن شد اما ست معنی دیگری هم داره ست اول اولی که با هم دیگه کار کردیم دقیقا خود همون واژه هستش above یعنی بالاتر طوری که بینشون فاصله باشه اها. مثلا ابرها above تاون هستن above سیتی هستن above GROUND هست که یعنی بالا قرار گرفتم و این مثلا تاون اینجا هستش سیتی اینجا هستش ویلج اینجا هستش این ابرها بالاتر از اون هستن و اینجا دیگه چیه یه فضای بینشون هست اوکی مثلا گلدون روی میزه اما لامپ اباو اون بالای میزه یعنی بین میز و اون لامپ یه فاصله وجود داره درست حالا اینجا از که اینا معنی اولی اون مثال اولی موندم بالای تلویزیون بالای شومینه اما این اباوی که داریم الان دیگه با هم دیگه کار میکنیم این ابوی دوم توی فرزا و دوممون این اون واقعا چیزی نیست که مثلا بگیم با یه فاصله یه فضایی بینشون باشه اینها رو قرار بدیم دو تا چیزی رو که داریم صحبت میکنیم اینو میخوام ست ابوی اون یکی بکنم معنیش از لحاظ فیزیکی نیست بریم تو مثالش مشخصه مثال اولش میگه you really shouldn't set the needs of your your, company above, uh, above the needs of your family خب ما اینجا نیازهای کمپانی و نیازهای خانواده رو داریم چیزی نیست مثل یه کافی یا نمیدونم مثل یه عکس عروسی یا اینجور چیزی که بریم بالای اون یکی بذاریم اینجا منظور از بالا یه حالت انتظایی داره یعنی ارجه بالاتر یعنی مقدمتر سو so, از اون دیگه فکر کنم همه چیز مشخصه دیگه نیست میگه you really shouldn't set the needs of your your company above the needs of your family میگه you really shouldn't شما واقعا نباید uh, set above کنید یعنی چی گفتیم ارجحیت بدی بالاتر قرار بدی بالاتر از لازه مکانی بالاتر قرار بدی needs of your company نیازهای کمپانی رو نیازهای شرکت کمپانی حالا کارخونه رو هرچی که هست above the needs of your family بالاتر از نیازهای خانواده ات so easy نه no? به آلمانیا نه <laughs> نه که نمیگن یه حالت نه یه حالت نه؟, نه تو انگلیسی انگلیسی ها میگن اینو بیشتر من از از چند تا از دوستان آمریکایی میشنیدم این رو که اونا میگن نه یعنی يعني... اینطور نیست <laughs> همچین حالتی <جوالاتي. laughs> خب uh, Fred set his wife and children above everyone else. Easy. میگه که فرد که این فردین داستان ما هستش set his wife and children above everyone else. این نیست که ببره مثلا بالاتر بذارتشون مثل تاخچه. نه. در اونها رو اولویت داده. کیارو رو wife his wife and children زن و بچه above everyone else بالاتر از هر کس دیگری. اوکی؟ okay? So that's it. هم راسون شد. ست رو هم با دو تا معنی بررسی کردیم. بریم سراغ مورد بعدی. مورد بعدیمون set against هستش. الان میبینیم که الان ست هایی که ما داریم استفاده میکنیم همش قرار دادن ها هستن. اما اولی نه. اولی set about بود. استارت بود پس قرار دادن نبود میتونه معنی قرار دادن داشته باشه میتونه معنی های دیگه داشته باشه که معنی های در میگیم عمیق ترش هستن اونایی که معنی قرار دادن هستن معنی های لیترال یا اصلی یا سطحیش هستن اونایی که میرن معنی دیگه میگیرن بهشون میگیم معنی های ثانویه یا معنی های عمیق تر یا معنی های انتزای. حالا اینجا باز ما با ست against داریم کار میکنیم اگه معنی قرار دادن باشه معنی اولش هستش بریم ببینیم تو مثال این معنی قرار دادن رو داره یا مثلا استارت زدن یا چیزای دیگه بریم ببینیم چی هستش میگه که the civil war set brother against brother. Okay, the civil war set brother against brother. میگه که جنگ داخلی یا حالا سیول وار اصلا میتونیم اسمش بگیم و ترجمهش نکنیم برادر رو against برادر set قرار داد اینجا قرار دادن حالا مثلا این نیست که بینشونن تویشون قرار بده مثل دوتا نمیدونم مثل یه کاپ مثل یه مهر شطرنج بیم قرار بدیم ولی خب در تاثیرش رو میذاره اونجوری حالت فیزیکی نداره اما خب دقیقا همون کار رو هم میکنه به این ترتیب میگه که جنگ داخلی یا جنگ مثلا آره جنگ داخلی بگیم همون سیبل با برادر رو در برابر برادر قرار داد یعنی آدم هایی که با هم یکی بودن از خون و مثلا چه میدونم از یه جنس بودن روبرو هم قرار گرفتن اگینست زد علیه همونه z هستش و این میگه که این جنگ برادر رو جلوی برادر قرار داد پس معنی میتونی میگه همون ان... یه مقدار انتظاییه چون ست اگنس دیگر هم داریم حالا بهش میرسیم خب بریم سراغ بعدیمون میگه که his second wife set him against his former in-laws okay. زن دومش دو set him against his former in-laws بریم سراغ in-laws in-law یعنی چی؟ مثلا میگیم brother in-law father in-law sister in-law این وقتی میگیم نمیدونم حالا هر کسی این لا یعنی مثلا برادر شوهر پدر شوهر مادر شوهر یا برادر زن پدر زن مادر زن اینها اینها کل خونواده طرف زن یا کل خونواده طرف شوهر رو میتونیم یه جا بهشون بگیم چی این لوز آها هر کدوم یکی از این لا هستن یکیش برادر این لاه یکیش فادر این لاه یکیش مادر این لاه کلا با هم دیگه میشن چی این لاز میدون دونه اس بهش اضافه میکنیم خب پس این لاز میشه به قول کردک خسیره یعنی همون فک فامیل زن یا حالا شو حالا میگیم که زن دومش اون رو مقابل یا در برابر یا ضد اون فک فامیل زن قبلیش قرار داد ف اینجا فک فامیل زن همون این لاز هست فومر هم که میشه قبلی پیشین اوکی به این ترتیب اون زن دومش اون رو در برابر یا ضد یا شروند حالا ضد اون خانواده زن پیشینش رایت right. اینم از این بریم سراغ بعدیش که مثال بعدی هست از ستگینز که میگه can't you see that he's trying to set us against each other? نمیبینی نمیفهمی اینجا وقتی میگیم نمیبینی منظورم اینه که یعنی حالیت نیست اینکه نمی نه اینکه نمیبینی از چشمات ایراد هست میگیم نمیبینی یعنی متوجه نمیشی یعنی واقعا حالیت نیست یعنی نمیتونی اینو بفهمی سو so, اگه نفر فخاصی همچین هم حالتی باهاش صحبت کنید میتونید بگید can't you see خیلی راحت حالا یه چیزی اصلا توی مسیجی هستش میگیم can't you see بلا بلا یعنی نمیفهمی که بلا بلا یعنی لازم نیست بگیم که اصلا can't you read یا can't you hear یا چیزهای دیگه لازم نیست بیاریم خب بس can't you see رو ترجمهش کنیم یا برداریمش به عنوان یه شانتیون اگر نمیدونستیمش به عنوان یعنی نمیفهمی یعنی نمی متوجه نمیشی خب پرسشی انکاری can't هم منفی هم پرسشی can't you see that? He's trying to set us against each other. نمی بینی داره ما رو داره تلاش میکنه. He's trying. داره تلاشش رو میکنه. تو set us against each other. که ما رو زده هم کنه. ما رو بندازه به جون هم. اینجوری هم میتونیم ترجمهش کنیم. خودمونی تره. اینا you know, داره تلاش میکنه ما رو به جون هم بندازه. Here we go. این هم یکی دیگه از set against همون